آقای محمود، با شناختی که شما از مجلس نمایندگان 16 دارین، فکر میکنین از توانایی ها یاد کردین و از این یاد کردین که در قانون اساسی افغانستان باید تعدیل به بر انتخاب و نمایندگان داشتن تحصیل در رشته مشخص بر راه پیدا کردن به مجلس نمایندگان، حالا که اینها نیست و قانون اساسی هم هست و مجلس نمایندگان را هم داریم، همین توانایی را در مجلس نمایندگان میبینین که بحران های فعلی افغانستان را در زمینه های فساد اداری اقتصاد، طوری گفته میشه آقای رحمانی گفتن سیاست گذاری های کلان حکومت، حل بکنه؟ خب هدف من پیشتر قانون انتخابات است که در قانون انتخابات بادمی یک ماده اضافه شد و شاید هم به خیر و صلاح جامعه باشه. بدون شک هنوز زود است که ما قضاوت بکنیم. به گفته معروف هنوز پارلمان تازه خود گرم کرده که به مبارزه بره. ما امیدوار به این هستم که باقی وقتی که دور 16 داره روی مشکلات حساسی که جامعه ما با او دست به گریبان است و برای حوالین باری مشکل در مجلس مطرح میشه و تصامیم را که مجلس اتخاذ میکنه به عنوان یک فرمول، به عنوان یک نسخه برای قوه اجرایه که باید قوه اجرایه در زمینش پاسخگو باشه، باید یک رابطه منطقی و کاری وجود داشته باشه. مشکلات زیاد وجود داره. فرارای قوه مقننه قسمی که قبلا رحمانی صاحب عرض کردن، حوالی مشکل بحث قرارداد استراتژیک است که باید روی از او بحث صورت بگیرم. دوم بحث فساد است. فساد یکی از خطرناکتر از جنگ و مسائل امنیتی فساد است که تا اندازه زیاد الان تفرج کرده. مسائل مهاجرت است. اکنون ما مهاجرین زیاد در کشور همسایه داریم که با مشکل مواجه است و تصمیم مجلس در زمینه یا فکر مجلس در زمینه چی است. مسئله امنیت است. مسئله فقر است. اینا در مجموع به اندازه کافی سوژه و برنامه است برای مجلس که اگر اینا 6 سال یا 7 سال دیگه هم کار بکنن این مشکلات حل نمیشه. دومی که قانونگذاری است. ما باور من است که بسیاری از قوانینی که باید مجلس روی ازو بحث میکرد و نظر خودش هم هنوز باقی مانده، از جمله قانون که حاکم بر مسائل تحصیلات عالی است که ما هم جزء مو مکتب هستیم. مسائل بعدی که مطرح میشه مسائل فرهنگ سازی است برای دور بعدی. این توانایی ها در مجلس 16 خب هنوز دور است که ما قضاوت بکنیم. برای هی که ما قبلا عرض کردیم که ولی یک سال کاری یک سال بیشتر نامصروف خود بودند. باید بگویم باید در مقابل تهدیدات و فشارات که از طرف قوه اجرایه بالا از اینا اعمال شده بود او را پاسخگو می بودند. مشکل نو نفر وکیل که باید اینا حذف می شدند، نو نفر جدید می آمد. دومی که خود گروه‌بندی های داخل پارلمان، انتخاب رئیس مجلس هم اونین. من در مجموع یک سال کاملا اینا مصروف خود بودن. امیدوار به این هستیم و مردم هم توقع دارن که این بار مشکل داری زودل شوه و واقعا روی کارهای مسلکیه که مردم توقع داره و موکلینشان از اینا خواسته روی از او برز بکنن. در غیر حال همیشه من میخوایم نکته را ذکر بکنم. قوه اجرایه بر سبیل عادت علاقه داره که یک مجلس زیاد توانمند در پالوی خود نداشته باشند. به هر اندازه که با این مشکلات فسادداری که ما داریم و با مسائل صلح که عملا مطرح است، در صورتی که اگر مجلس با خود درگیر باشه یا هی که روی بعضی از مسائل فرعی و غیر مسلکی پاسخگو باشه، هر نوع تصمیمی را که قوه اجرایه بگیره و فسادی که هر روز رو به تزاید است ای بیشتر شود، باور من است که نقش اساسی مجلس که یک بخشش نظارت به قانون است کاملا فلج خواهد شد و برای قوه اجرایه دست باز خواهد گذاشته شد که هر چیزی را که میل داره انجام بده. تشکر آقای رحمانی. در نهایت مجلس افغانستان پس از انتخاباتی که پیش رو داره هیئت مدیری خود را زمان انتخاب بکنه و کدام کارها میپردازه؟ کارها دستبندی شده جدا از تصویب قانون، یعنی با مسائل کلان سیاست گذاری که شما بهش اشاره کردین. مشکلی که ما داریم و باید حتی زودتر از بحث هیئت اداری اگر میشد که ما ظاهرا نمیتونیم مطابق اصول رسایی داخلی کار بکنیم، بس تصویب بودجه است. بودجه سال 91 هست که سندش پیش نویسش تقریبا یک ماه قبل از تعطیلات شکایت‌های از بودجه سال 90 هم بله، وجود بله و البته که از سالهای گذشته ما امروز بسیار از وزارتخانه های متاسفانه بودجه خود نتونستن که حتی تا 30% و 40% مصرف بکنن که خودش یک مشکل است. بحث مصالحه خودش برای ما یک اهمیت داره که بحث مصالحه باید بحث افغانی شود. ما یعنی از بحث معامله و افغانستان رو باز به یک بحران دیگه بردن باید جلوگیری بکنیم.
بشه و این مدیریت مسلماً مدیریت افغانی شوه. بحث سوم مسلماً قرارداد استراتژیک خودش برای ما یک مسئله بسیار مهم است که نمایندگان مردم افغانستان باید با مسئولیت، البته بعد از امضای قراردادهای مختلفی که امضا میشه و مقداری که به مجلس رفت پیدا میکنه، اینها اهمیت داره و مجلس باید بتونه، و مهمتر از همه که خوشبختانه رئیس جمهور وعده دادن و ما امیدوار هستیم که وعده ها همانند بسیار از وعده های رئیس جمهور یعنی فقط صرفا در حالت وعده نمانه، تعیین درافت یا پیشنویس تعیین خطوط اساسی سیاست کشور هست که بسیار از مشکلات ما را حل خواهد کرد. من فکر میکنم که اینا مسائل هست که مجلس باید بهش رسیدگی بکنه، و البته آنچه را که جناب استاد توانایی را در مجلس میبینین که شما موضوع هستین که رسیدگی بتانه که یک بار دیگر درگیر انتخابات هیئت مدیره و پس از او باز درگیری با دو گروه پارلمانی و درگیری با حکومت افغانستان ایجاد نشه. من فکر میکنم که این منزل که الان هستی منزل پرخطر هست، ولی باز هم با توجه به تجربه‌ای که ما از یک سال گذشته داریم، یک سری خودگذری ها وجود داره، یک سری به هر حال انعطاف ها وجود داره، و ما دوباره هستیم که سریع‌تر هیئت اداری خود تکمیل بکنیم و بعد از اون بریم به تصویب بودجه و یا رد کردن او و مباحثی که هست، که ان شاءالله اینا همه در یک جمع بندی و پکیج مورد رسیدگی قرار بگیره. تشکر مهمانان عزیز، تشکر از شما هم که بحث را صمیمانه دنبال کردین. شماره تلفن 0799 474702 در اختیار شما. قبل از وقفه پیام های شهروندان برای رئیس جمهور، یعنی بخش اگمه کرزه ببینم، این بخش را تماشا کنین. همین بحث را با شما پیگیری میکنیم. از شما میپرسیم که وظایف اساسی نمایندگان شما در مجلس، نمایندگان مردم افغانستان در مجلس چی است؟ آیا شما فکر میکنین که نمایندگان شما بر راستای پیاده کردن وظایف اساسی خود چالش دارن؟ این چالش چی است؟ اگه ما کارزای دیدیم، کارزای خوب آدم است، آدمی با صداقت است، به افغانستان که خدمتی که کارزای کرده تا بالا ما سندیم ریشیم سر بشه دور خم آدمی صداقت کار ما نیده. رئیس جمهور از دیگه در افغانستان چیز گفته بارش نمیتونم دیگه چی بگم دیگه. وطن جور کنه، خدمت کنه، برای مردم راهنمایی کنه، که کار کنه، صحیح وطن جور کنه دیگه، برای نه چیز دیگه. در قدم اول یک خوش آمد، یک سلام میتیم شد، بعد از او همه قدر میگیم آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان، همیم سر تا یک دفعه بلند بگی که این مردم در چی حالت قرار دارن، این مواد سوخت در کجا رسیده و این گاز در کجا رسیده، این زمستان نسای کنین که چقدر همی حال مردم مواد سوخت، اکثریت مردم نداره در خانه خود، از چی از کلش از این قیمتی هست؟ ما بس این همه قمه میگم شد، میگم آقای کرزی همی حالت مردم یک دفعه ببی که مردم در چی حالت قرار دارن. رئیس جمهور کرزی که ببینید، ما به اول به می سلام میگیم، بعدن که همین وعده‌ای که به ملت کردی، همون وعده چی عملی کردی، چی کردی؟ این ملت بیچاره نوزم گرفتار چی رنج زحمت است، تا به کی طور میکنی؟ این وعده ختم شد، هنوزم عملی نشده، تا به کی ما این رقم عالم گوش کنیم صدای تو که چی میگی، تا به کی منتظرت باشیم؟ اگه ما کار زیادی می‌نویم،